درود به شما براندازهای عزیز. شغال‌های حاضر در صحن مجلس امروز بد جوری به جون هم افتادن و هم دیگر رو تیکه و پاره کردن. طویله مجلس امروز شاهد درگیری فیزیکی و لفظی شدید بین نمایندگان بود. نمایندگان طرفدار حمید رسایی و نمایندگان طرفدار قالیباف. یکی از موضوعات امروز طویله مجلس تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون بود. موضوعی که باعث شد نمایندگان بعد از یه درگیری فیزیکی همدیگر رو تهدید به ترور کنن و بعد نوبت حمید رسایی شد تا حسابی در مجلس گرد و خاک کنه. الله الرحمن الرحیم. آقای قالیباف، عذرخواهی میکنم، این سمت من خدمتتون هست. من ابتدا تبریک عرض میکنم مجدد خدمت شما و یادآوری میکنم که طبق آیین نامه وقتی کسی اختیار قانون اساسی داره مقدمه بر هر بحثیه. من نباید صد بار بیام اون بالای خواهش کنم که شما یا دوستان وقت بدن. هم تذکر دارم هم اختیار قانون اساسی وقت برای هر دوتاش بذارید. ببینید، من قبل از جلسه علنی، آقای قالیباف، من با صحن اصلا حرفی ندارم اینجا، حرفم فقط خدمت شماست. من قبل از جلسه علنی اومدم خدمتتون، خواهش کردم، گفتم بذارید در جلسه غیر علنی تعداد بیشتری از نمایندگان صحبت کنن، ابهامات برطرف بشه. شما ترجیح دادید که این مباحث از پشت تریبون مطرح بشه. در روز انتخابات هیئت رئیسه اتفاقات تلخی اینجا افتاده. البته آقای دوستان اینجا هستن، من نگفتم در اونجا جلسه غیر علنی بود. سه نفر از دوستانم به قید قرعه انتخاب شدن، صحبت شدن. من که گفتم دکتر جلسه برای همین تشکیل شد، ولی حالا بفرمایید. منم گفتم اجازه بدید تعداد بیشتری صحبت کنه. ببینید، در مجلس اتفاق تلخی افتاده. در انتخابات هیئت رئیسه متاسفانه، چون من همون ابتدای بعد از اعلام شمارش آرای نواب رئیس، تناقض و تغایر موجود در عدد کارت‌ها و آرای نمایندگان رو تذکر دادم. رئیس سنی جلسه لطف کردن، گفتن بررسی بشه. همون موقع با وجود حضور حراست و نمایندگانی موضوع بررسی شد. شما تو جلسه غیرعلنی خیلی مسئله رو ساده میکنید، میگید دوستان اتفاقی نیفتاده، یه نماینده جابجا شده. همین آقای قالیباف این نیست. مثل که بگن آقا 3,000 میلیارد اختلاس شده، چیزی نیست که. نه خیر، 3,000 میلیارد اختلاس شده آقای قالیباف، اینطوری باید بگید. آقای قالیباف، یه نماینده جابجا نشده، آرای نمایندگان جابجا شده. یکی دو تام جابجا نشده، تو یکی 41 جابجا شده، تو یکی و اون نمایندگان خودشون تقصیری ندارن. بگید. آره، اون نمایندگان خودشون تقصیر ندارن. آقای رسایی، اجازه، آقای قالیباف، اجازه حرف من تموم. من یه نکته بگم. نه اجازه بده. اگر آیین نامه رو مخوان رعایت کنین، تذکر در دستوره. در دستوره. کجا در دستوره؟ ماده 22 بند 11. آقای قالیباف، ماده 22 بند 11. اجازه بدید. حفظ شأن مجلسه. اجازه بدید، همه وقت منو شما گرفتی. آقای قالیباف، اینجا 8 نفر از عزیزان هی میگید نمایندگان خودشون شمردن. خب بله، سوال ما از اون نمایندگانی که شمردن، سوال ما از مدیر کل هیئت رئیسه است که اونا رو تعیین کرده. اصلا چرا باید اون تعیین بکنه؟ آقای بروجردی، این اشکال به شما وارده. شما باید نمایندگان رو تعیین میکردید. نباید نمایندگان از یک جریان خاص و کسانی که سمپاتی دارن نسبت به یه جریانی انتخاب میشدن. اینا سوالات اصلیه. تذکر دوم درباره موضوع اعتبارنامه هاست. ببینید آقای قالیباف، قانون اساسی صراحتن میگه در شعبه، شما میفرمایید شعبه تلفن زده با شورای نگهبان، ادعای ایناست. دیشب آقای مالک شریعتی با اعضای شورای نگهبان صحبت کرد، گفتن باید هیئت رئیسه نامه بزنه مثل همه موارد قبل، مثل همه سالهای قبل. گفتن چون نامه نزدن ما اعلام نظری نکردیم. الان بالا تو هیئت رئیسه در حضور نمایندگان یه آقای شریعتی و آقای سلیمی رو تهدید کرده، گفته من نمیذارم شب برسید خونتون. یعنی چی؟ اینجا کجاست؟ این موضوع باید رسیدگی میشه آقای قالیباف. این چه وضعیه واقعا؟ از این طرف شما اجازه نمیدید آیین قانون اساسی دوستان ترجیح داره بر آیین‌نامه. قانون اساسی میگه تصویب، تصویب یعنی رأی. مگه میشه ما با سکوت تصویب کنیم؟
قانون اساسی اصل 93 میگه اعتبارنامه باید تصویب شود. تصویب یعنی رأی، یعنی شما باید تک تک اینا رو جمعی سوال کنید. وقتتون تمام شد آقای. اگه تمام شد، اگه کسی اعتراض نداشت رأی میگه، اگه اعتراض داشت اون مورد اعتراض خارج میشه، بقیه رو رأی میگیری تصویب میشه. این شکل مالک شریعتی یکی از کسانی بود که امروز تهدید به ترور شد و بعد از این تهدید در حالی که از ترس صداش می‌لرزید خیلی کوتاه واکنش نشون داد. رسیدم شنیدم. آقای تاجگانی با سلام بود تو مصاحبه داد. آقای تاجگانی تکه تکه می‌کنه. بعد منو دید. آقای مالک شریعتی شب نمی‌ذارم برسید. بنده اگر می‌خواستم می‌دونستم نمی‌کردم. از تحرید نمی ترسم، دنبال خواهم کرد و حق نمایندگیمه، حق مردمه و حتما از این موضوع نفهم. امروز حتی نمایندگان برای جلوگیری از تصویب اعتبارنامه تاجگردون با همدیگه درگیری فیزیکی هم داشتن، اما در نهایت این اعتبارنامه تصویب شد. امروز اولین روز آغاز رسمی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم بود، روزی که 25 نفر از کسانی که مدعی ریاست جمهوری بودند، اونم در حالی که شرایط لازم رو نداشتن، برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرد. می‌دونستم که از ساعت 8 صبح تا حالا اونجوری که من اطلاع گرفتم 25 نامزد حضور پیدا کردن در ستاد انتخابات کشور که برای انتخابات 14مون دوره ریاست جمهوری ثبت نام کنن. منتها این عزیزان اون شرایطی رو که برای در واقع ثبت نام باید داشته باشن رو نداشتن و با عرض در واقع پوزش مقامات در واقع ستاد انتخابات کشور اونا راهنمایی کردن که باید شرایطی داشته باشن تا ثبت نام کنن. شرایطم اینه که در واقع باید کارشناسی ارشد داشته باشن و 4 سال مدیریت اجرایی در سطح کلان کشور، سنشون هم باید 40 حداقل و حداکثر 75 سال باشه و ما همچنان منتظریم که در واقع افرادی که میان برای ثبت نام. اما درگیری امروز مجلس منو یاد یه چیزی انداخت. اینا مثلا قراره نماینده های مردم باشن، کسانی که همه چیز براشون مهمه بجز مردم، کسانی که به جای این وحشی بازی ها باید در اولین جلسه مجلس به خاطر مزدوران مزاحم آتش به اختیار خامنه ای در کوچه و خیابان ها فریاد می زدن و حق مردم رو می گرفتن. هر جوری دوست داشته باشم میپوشم. شما اول به خودت خیانت میکنی بعدن اصلا من دوستان به خودم خیانت میکنم. شما 45 سال پیش به ما خیانت کردین، الان داری تازه این حرف هم میزنی. من اگه وظیفم نبود برای خودم من الان بهت میگم چرا دور نپوش. خب دخالت نمی کنم بس تو پوششت، بس تو هم حق نداری تو پوشش من دخالت کنی. به شما چه فضولی، ما رو تو گور هم میذارن نمیذارن، ما رو تو قبره هم نمیذارن.